در بیشتر مواقع ورزش کردن میتواند به کاهش وزن کمک کند، اما همیشه همینطور نیست. گاهی عوامل دیگری هم در روند کاهش وزن ما تاثیر میگذارند و حتی زمانی که سعی میکنیم وزنمان را کم کنیم باعث افزایش آن میشوند. در این برنامه به عواملی میپردازیم که باعث میشوند با وجود ورزش کردن وزن اضافه کنیم. زیاد غذا خوردن. داشتن یک رژیم غذایی سالم و مغذی به اندازه ورزش کردن اهمیت دارد. وقتی کالری هایی که دریافت می کنید بیشتر از کالری هایی باشد که می سوزانید، وزنتان بالا می رود. البته لازم نیست دقیقاً همان مقدار کالری که دریافت کردید را بسوزانید، اما اگر کالری های مصرفیتان خیلی بیشتر از کالری های سوزانده باشد، به جای کاهش وزن افزایش وزن خواهید داشت. 2. به اندازه کافی غذا نمی خورید. شاید برایتان عجیب باشد، اما کم غذا خوردن هم می تواند باعث افزایش وزن شود. وقتی به اندازه کافی کالری دریافت نکنید، بدن به دلیل کمبود انرژی وارد فازی از گرسنگی می شود که در اثر آن شروع به تجزیه عضلات و حفظ چربی های خود می کند. بنابراین مصرف به اندازه کالری ها و مواد غذایی مغذی می تواند در جلوگیری از افزایش وزنتان مؤثر باشد. 3. در برنامه ورزش کردنتان تنوع ایجاد نمی کنید. بدن با گذشت زمان با ورزش سازگاری پیدا می کند و کارآمدتر می شود. استمرار و ایجاد تنوع کلید دستیابی به کاهش وزن است. اگر دائما یک برنامه ورزشی را تکرار کنید، بدنتان به آن عادت می کند و ممکن است آنطور که باید وزن کم نکنید و نتوانید عضله بسازید. برای تنوع بخشی به برنامه ورزشی خود می توانید این عوامل را تغییر دهید: نوع ورزش، سختی، مدت زمان، حجم و میزان استراحت. 4. وزنه نمیزنید. اگرچه ورزش های حوازی می تواند بسیار مؤثر باشند، اما با وزنه زدن می توانید در مقایسه با ورزش های حوازی کالری بیشتری بسوزانید. وزنه زدن می تواند به بالا رفتن توانایی کالری سوزی کوتاه مدت و بلند مدت بدن شما کمک کند. علاوه بر این، وزنه زدن توده عضلانی بدن را افزایش می دهد که این مسئله می تواند به کاهش چربی های بدن کمک کند. 5. چربی هایتان تبدیل به عضله می شوند. درست است که نیم کیلوگرم چربی با نیم کیلوگرم عضله هم وزن است، اما عضله متراکم تر از چربی است. نیم کیلوگرم چربی در مقایسه با نیم کیلوگرم عضله 4 برابر جای بیشتری می گیرد. یعنی اگرچه از چربی های بدنتان کم می شود، اما وزنتان ممکن است همانقدر باقی بماند. حتی ممکن است به دلیل افزایش توده عضلانی وزنتان بالا هم برود. 6. به استراحت نیاز دارید. رژیم، ورزش و ریکاوری نقش مهمی در کاهش وزن دارند. اگر استراحت و ریکاوری را در اولویت خود قرار ندهید، این مسئله مانع از کاهش وزن و حتی باعث افزایش آن می شود. کمبود خواب باعث تولید هورمون های تنظیم گرسنگی در بدن می شود و این مسئله می تواند میل به خوردن غذا را هم زیاد کند. کمبود خواب همچنین می تواند باعث تولید کورتیزول یا همان هورمون استراب شود که هم اشتها را زیاد می کند و هم باعث می شود میتوکندری درون سلول ها به تدریج از کار بیفتد. 7. تغییرات طبیعی وزن در طول روز را در نظر ندارید. ممکن است وزن اضافه نکرده باشید و فقط دچار تغییر وزن طبیعی شده باشید که به دلایل مختلفی، مثلا بعد از خوردن غذا و نوشیدنی یا ورزش کردن، اتفاق می‌افتد. تغییر وزن بدن در طول روز بین 1 الی 4.5 کیلوگرم امری طبیعی است. برای کنترل دقیق‌تر وزنتان در روز، همیشه در یک زمان معین با یک لباس و یک ترازو وزنتان را اندازه بگیرید. بسیار خوب دوستان، ممنون که تا انتهای این برنامه هم با ما همراه بودید. حتما نظراتتون رو برای ما کامنت کنید. در آخر هم اگر از دیدن این برنامه لذت بردید، اون رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید برای دیدن برنامه‌های جدید ما این صفحه رو دنبال کنید.